قصه 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 نون و پنیر و پسته. یه خانم قصه گو با یه کتاب نشسته. قصه امروز ما اسمش هست دو تا واسه من یکی واسه تو. یه روز خرسه توی راه خونه سه تا قارچ پیدا کرد. وقتی رسید خونه قارچا رو داد به هم اتاقیش راسو. راسو خیلی هیجان زده شد، فوری قارچا رو تمیز کرد و گذاشت که تفت بخورن. بعدم بهشون ادویه زد و گذاشت که حسابی توی ماهیتابه جا بیفتن. بعدشم بهش یکم جعفری اضافه کرد. بعد نوبت خرسه شد که غذا رو بکشه. خرسه گفت بیا یه دونه قارچ واسه تو، یه دونه قارچ واسه من، یه دونه دیگه قارچم واسه من. اینجوری درسته چون من بزرگم، غذا زیاد میخورم. ولی راسو اصلا موافق نبود. گفت نه خیرم، یه دونه قارچ واسه تو، یه دونه قارچم واسه من، یه دونه دیگه قارچم واسه من. اینجوری خوبه چون من کوچیکم و باید هنوز بخورم تا بزرگ شم. یکی واسه تو، دو تا واسه من. اینجوری خوبه چون که من قارچه رو پیدا کردم. هیچم خوب نیست. درسته تو قارچه رو آوردی ولی من بقیه کارا رو کردم. من تمیزشون کردم، تفتشون دادم، ادویه زدم، گذاشتم جا افتاد، جعفری اضافه کردم. ولی تو که از دستور آشپزی من استفاده کردی. تازه من میزم چیدم. به هر حال من قارچ بیشتر از تو دوست دارم. نه خیرم، من قارچ از همه چی بیشتر دوست دارم. الانم خیلی گشنمه. میتونی صدای قارقور شکمم رو بشنوی؟ من آخه از تو بزرگترم و گشنگیم از تو بیشتره. رود بزرگی من داره رود کوچیکم رو میخوره. من اول گفتم که شکمم قارقور میکنه. خب منم اول گفتم که من اون قارچ اضافه رو میخوام. حالا یه قارچ کمتر بخوری چی ازت کم میشه؟ این قارچ زیادی اصلا برای راسوا خوب نیست. برای خرسای چاق هم اصلا خوب نیست. من دیگه کاری ندارم. دو تا واسه من، یه دونه واسه تو. همین. حالا که اینجوری شد منم با تو قهرم. چیکار میکنی؟ خرسه و راسوه ماتشون برده بود. چه روی داره؟ این اصلا منصفانه نیست. قارچم خوابید و خورد. بعدم نشستن و با هم قارچاشونو خوردن. نوش جونت. تازه دسرم داشتن. جونمی جون، توت فرنگی. من هیچی به اندازه توت فرنگی دوست ندارم. بعدم راسوه دسر رو بین خودشون تقسیم کرد. قصه ما به سر رسید، کلاغه به خونش نرسید.